سلام آقا. سلام، چه خبر؟ از کلانتری محل زنگ زدن که دزدی احمقانه از یه خونه شده. چرا احمقانه؟ گویا دیشب یه نفر رفته توی خونه دزدی، ولی چیزی با خودش نبرده. صاحب خونه زنگ زده 110 گفته فقط از خونه قضا دزدیده شده. خب گرسنه بوده بیچاره، این چه ربطی به ما داره؟ نخیر آقا، اونجا خونه جهانگیر و مادرشه. جهانگیر؟ بله دوست ارسلان. ارسلان خونه جهانگیر بوده؟ دقیقاً، واسه همین کلانتری اصلا به ما زنگ زده، چون به پرونده ما مربوط میشه. پلیس هم که میره سراغ این پسره بدجوری میترسه و اعتراف میکنه که دیشب یواشکی ارسلان رو برده خونه شون. پس اون موقعی که ما تو مراسم بودیم ارسلان خونه اونا بوده و جهانگیر هم اینو میدونسته. بله. عجب. خب برای شب چی؟ پسره از قول ارسلان گفته که تا صبح تو خیابون پرسه میزده. الانم فکر کنم آقا یه گوشه ای از شهر داره چرخ میزنه. آقا شک نکنید تا فردا صبح گیرش انداختی. خوبه، خیلی خوبه. از انگشت نگاره چه خبر؟ هنوز هیچ اثر انگشتی پیدا نشده جز اثر انگشت زن صاحب خونه و خود تاری. مولای چه اون چیکار کرده؟ فعلا اونم خبری نیست، داره میگرده. میخوام این خانم مینا تاری رو ببینم. برو مغازه و مستقیم بیارش اینجا. خانم تاری عزیز، میخوام این بار کمی روبیتر به عمل بزن. شما کی فهمیدین که پدرتون دیگه تو اون شرکت کار نمیکنه؟ یعنی کی متوجه شدین که اون شرکت تعطیل شده؟ حدود 3 سال پیش. خب پدرتون خودش گفت؟ نه خیلی تصادفی. یه روز اون طرف کار داشتم، یه کار اداری. از کنار شرکت گذاشتم، دیدم درش بسته است. از سرایدار پرسیدم، گفت اصلا اینجا شرکتی وجود نداره. بعد ازم پرسید طلبکاری، گفتم نه. بعدشم رفتم. به پدر یا مادرتون در این باره حرفی زدی؟ به مادرم نه. به پدرم هم لزومی نداشت چیزی بگم، یه با چاخان پاخان تحویلم میداد. مگه زیاد دروغ میگفت؟ نه، ولی میخواست همیشه همه چی آروم باشه، کس به کسی بند نکنه. خب چیکار کردی؟ تعقیبش کردی؟ آره، ولی نه همون موقع، چند روز بعد. اون چیکار کرد؟ از مترو که پیاده شد رفت روزنامه خرید، رفت تو پارک نشست، آگهی ها رو ورق زد، بعد رفت توی قهوه خونه، فکر میکنم ناهاری چیزی خورد. بعدش رفت کنار یه تلفن عمومی، چند تا تلفن زد، فکر کنم دنبال کار میگشت. منم ولش کردم رفتم. همش همین؟ نه، چند روز بعد شاد شنگول اومد خونه. سلام بابا جون. سلام. سلام، یه خبر خوب. سلام، احوال شما؟ ممنون. با تقاضای اضافه حقوقم موافقت شد، دادنش. بفرمید. نگفته بودی تقاضا دادی؟ خب خواستم که غافلگیر بشی. بده؟ خب حالا چقدی هست؟ این قضیه کی بود؟ چند ماه بعد. به همون موقع شما به این نتیجه رسیدین که پدرتون کار پیدا کرد؟ خیلی کنجکاو شدم، تصمیم گرفتم که تعقیبش کنم. تو پارک راه میرفت، هر از گاهی توی قهوه خونه میشست، چیزی دستگیرم نشد. بعد تصمیم گرفتم که 1-2 هفته بعد دوباره تعقیبش کنم. خب سلام. سلام عزیز دلم، تو اینجا چی کار میکنی؟ اومده بودم برای مغازه چیزایی بگیرم. شما چطور اینجا؟ بیا بریم اونجا بشینیم، یه نوشیدنی بخوریم، تو برات بگم. بیا بریم. بیا بریم. خب اینه هم برای مینا خانه. خب بفرمید. راستش چی بگم؟ ماجرا رو. من از شرکت بیرون کردم، خیلی سخت بود. اون بهم گفت یه شرکت بیمه کار گیر آورده، حقوقش هم خوبه. خب چرا اینو تو خونه نگفته بود؟ چون مادرم این کارا رو تحقیر میکرد. قضیه بیمه رو باور کردی؟ اوائلش آره، ولی بعد شک کردم. چرا؟ چون خیلی پول در می آورد. همون موقع بود که
پدرتون با لباسای گرون قیمت و براق دیده میشد، نه؟ آره. یه دفعه ازش پرسیدم لباساشو کجا عوض میکنه، گفت یه خونه برای کارش اجاره کرده، یه چیزی مثل شرکت دفتر. اون موقع اصلاً تو زندگی شما بود؟ نه، 6-7 ماهی که با هم آشنا شدیم. خب خانم تاری، اولین بار کی از پدرتون پول گرفتی؟ شما اینو میدونی؟ من راستشو میگم، ولی شما قول بدین که به مادرم چیزی نگی. ارسلان فهمید. چه فهمید؟ میگفت پدرت تو کار خلافه، ولی نوعشو نمیدونست، برای همین تصمیم گرفت که تعقیبش کنه. خب چرا فکر میکرد پدرتون تو کار خلافه؟ خب برای اینکه میگفت پدرت خیلی پول در میاره. و شما میخواستین در این درآمد زیاد شریک بشین؟ فقط در حدی که از ایران بریم، یه سال بتونیم اونجا زندگی کنیم و جا بیفتیم، نه بیشتر. چیزی هم کشف کرد؟ مگه خودتون کشف نکردین؟ من سوال میپرسم خانم محترم. آره خب، محل زندگیشو و اینکه چی؟ اینکه پدرم یه زن دیگه هم داشته. شما ناراحت شدین؟ ترجیح میدادم که یه زن خوشگلتر و جوانتر داشته باشه، اما خب سلیقه پدرم خوب نبود. خب پس برای همین به سراغش رفتیم تا مستقیم معامله کنیم. پولم بهتون داد؟ بله، ولی بدون تهدید. سلام بابا. سلام بابا جون، بیا تو، بیا. چیزی میخوری برات بیارم؟ بشین بابا. مطمئنی چیزی نمیخوری برات بیارم؟ بابا اصلا به خاطر این چیزا نیومدم. چیزی شده؟ یکم از پولای شرکت امروز دستم بوده، گم کردم، نمیدونم چیکار کنم اگه پیدا نشه. خب جا گذاشتی، گم شده، دزدیدن، چی شده؟ نمیدونم، دزدیدن، یه جایی گذاشتم. با خیلی نگرانم. نگران نباش بابا جون، پیدا میشه. اگه پیدا نشه به جرم دزدی هستم، ممکنه نمیدونم بگیرنم بندازنم زندان. نگران نباش، دقیقه صبر کن. توضیح میدم از دلم، بیا. خب پس اینطوری پول ازش گرفتین. به جز شما اصلانم رفت سراغش؟ نه، فکر نمی کنم. دارید دروغ میگید، دارید دروغ میگید. راستش بله، رفت. چرا این یکی رو دروغ گفتی؟ چون فکر میکردم که بهش مزنونه. شما مطمئنید ارسلان پدرتون رو نکشته؟ چی باعث میشه اینقدر مطمئن باشید؟ آخه لزومی نداشت، ما هرچی میخواستیم میتونستیم از پدرم بگیریم. و اگه نمیداد؟ اون اصلا تو همچی شرایطی نبود، کافی بود ارسلان بهش بگه همه چی رو به مادرم میگه. وقتی تو خونه پولو درآورد، شما میدونید از کجا پولو برداشت؟ آره، توی کمد، کنار کمد یه پاکت پر از پول. و ارسلان اینو میدونست؟ خب همین دلیل کافی نیست که قبول کنیم ارسلان میتونه قاتل پدرتون باشه؟ ارسلان نمیتونه قاتل باشه، اون حتی نمیتونه چاقو دستش بگیره. از کجا اینقدر مطمئنید؟ یه روز که داشت خیار پوست میکن دستشو برید، داشت از حال میره، پس خون میترسه. بدبخت. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که شما از پدرتون اخاذی میکردین تا پول خارج رفتنتون رو جور کنین. از طرف دیگه از منبع درآمد پدرتون هیچ خبری نداشتین. مهمم نبود. بستگی به نتیجهش داره. شاپور بیا تو، بیا تو.
سامانه قربان، شاپور شیشه‌گر معروف به شاپور شیشه، یه پرونده قطور تو دایره مواد مخدر داره، تو کار شیشه بوده. چیزی هم گفته؟ خودش هنوز چیزی نگفته، میگه نمیدونه که چرا اینجاست، ولی من تو جستجوام تو پارک و اطرافش به یه قهوه خونه برخوردم، گفتم به اونجا هم یه سر بزن. چه اتفاقی میفته؟ رماس با پای راست برزنه. سلام، فرمایشی بود؟ امری باشه، ما در خدمتیم، خلافی از ما سرزده؟ اینجا که همه آقایونن. پسر یه چای برده بیار. من برای این چیزا اینجا نیومدم. پس برای چی اومدی؟ این عکسو میشناسی؟ خلاف کرده؟ میشناسی؟ بله، اما تاریخ خودمونه، خیلی میومد میرفت. تنها یا کاری داشت؟ والا اونو نمیدونم، ولی با شاپور شیشه میومد میرفت. این شاپور شیشه کیه؟ شاپور شیشه؟ اوناش. قبلا تو کار شیشه بوده، ولی الان پاک پاک به جان شما. میخوای صداش کنم؟ صداش کن. شاپور، آقا شاپور. آقا شاپور، با تو هم آقا. بله بابا. چیه بابا؟ ببینی آقا چیکار داره با شما. اونجا این گله، این کوره نگله. ایست. چرا میخواستی فرار کنی؟ من کاری نکردم. که کاری نکردی؟ خب اگه کاری نکردی چرا میخواستی فرار کنی؟ خب دیگه ببرش اتاق بازجویی تا من بیام. چشم خورم بازجویی بازجویی. خب آخه من که کاری نکردم که بازجویی بازجویی. فکر میکنه حرف بزنه چیز ازش در میاد؟ با فراری که اون کرد شک ندارم کار خودشه. خیلی خوب، تو اینجا بشین و همه چیز رو ضبط کن. چشم بربان. لازم زودم قضاوت نکن. سلام علیکم. بگیر بشین جان. بگیر بشین. چشم. خب بکنم الان میتونیم با هم دیگه گپه درست حسابی بزنیم. من دیگه به فرضی سابق نیستم، هر رونم پاک پاکم. خودتونم میدونی؟ نه من نمیدونم، ولی فکر کنم تو میدونی که چرا اینجایی. نه از کجا بدونم؟ من خیلی وقتی که پام به اینجور جا وا نشده. تو تا 3 سال پیش تو کار خرده فروشی شیشه بودی، بعد زدی به کار شرط بندی، تا 2 سال پیش مبالغ جزئی رو شرط بستی، تا خرخرم تو قرض بودی. خب این چی ثابت میکنه؟ هفته پیش پول درشت رو شرط بندی کردی و باختی. خب بازیه دیگه، بازی هم برده باخت داره، یه رو میبری یه رو میبازی. پولشو از کجا آورده بودی؟ پولشو کار کردم، از زنم هم قرض گرفتم. زنت چی کار میکنه؟ تو خونه مردم کار میکنه. ما رو دست انداختی؟ ما؟ سگه کی باشیم جان سر برد؟ تا حالا جلوه بازپرس ویژه قتل نشستی؟ نه. بازپرس ویژه قتل هیچ از شوخی خوشش نمیاد، مخصوصا از کسی مثل تو که فرست بلند بالا از خلافکاری هم تو پروندشه. اون خیلی سریع به این نتیجه میرسه که تنها شخصی که میتونسته تار رو بکشه تو بودی. میدونی چرا؟ چون بدت نمیومده به پول قلم به دست پیدا کنی. یعنی اینقدر ساده لوحه؟ بسیار خوب. خود دانی تو 2 ساعت پیش منی، بعد یه سرباز میاد و با این پرونده قطور میبرتت پیش اون. اون وقت اونجا هر چقدر دلت خواست میتونی شیرین زبونی کنی. در ضمن زنت هم باید بدونه که پول اون بیچاره رو چجوری خرج میکردی. ها؟ نه 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 زنم نه، یعنی راستش هیچ کدومش رو نمیخوام ببینم. پس میدونی که باید چیکار کنی. میشه یه سیگار بکشم؟ نه اینجا سیگار ممنوعه. آب چی؟ آب که میتونم بخورم. سرباز براش آب بیار.
الان میارم برات. خب میخوای حرف بزنی؟ اصلا باید اول فکر کنم ببینم حرفی برای زدن دارم یا نه. سلام، به بازپرس زنگ بزنیم بگین تا نیم ساعت دیگه میارنش. آره پروندهشم اینجاست. جان سرگل قرار بود یه خود آب به ما بدین. بپرسین من جواب میدم. با تاری کجا آشنا شدی؟ تو قهوه خونه. کی؟ دو سال و نیم پیش. چطوری؟ خب خیلی زیاد میمد اونجا، من قبض زیر چشی داشتمش، خودم خورد خورد اونجا شرط بندی میکردم. راستش چون پول نشتم میشدم امین و پولو برای بچه ها رو نگر میداشتم. آخر سرم یه کانیاتی تلکه چیزی به من میدادن، بعضی وقتا هم خودم شرط میبستم. تا اینکه یه رو تو قهوه خونه دیدمش، همون روزی که بازی هم بود. بعد سر حرف باش با کردم، از ظاهرش خیلی خوشم آمد. خوش اومدی. زیاد نه؟ امرو مهمون منی. بفرما. چرا؟ عشقم کشیده. دیدی که بعضم خوب بردن. ممنون. بعضی ها چه پولایی دارن. دوست داری شانستو یک کچولو امتحان کنی؟ ای بابا من از این پولا ندارم. گسته اونوشو نخور، هر چقدر داری بزه بسه. من دو سوتا بسه پنج برابرش میگم. پنج برابر؟ آره چوری کنار. واقعا؟ میگم آره دیگه، اگه شانست بزنه ده برابرم میشه. ببینم چی کام روه بس بشینه تماشا کن. حسابی رو شانسیم. بفرما. بانه؟ آره بچی فقط کافی رو شانس باشی. گفتم که اون روز داری برنده شد، یعنی خودم خواستم که برنده بشه. این کارو کردم تا اعتمادش رو جلب کنم. از ظاهرش خوشم اومده بود، ظاهر خوبی داشت که همه بهش اعتماد میکردم. فقط یه دست لباس شیک میخواست تا بشه بچه پول داره رو کشون تو کار. ظاهر غلط اندازی داشت، خوب نوندونی میشد با سهر دوتا. میدونی من راه و رسمشو بلد بودم،
اما شریک نداشتم. قیافه و سابقه درست درمونی هم که نداشتیم، اما خب اونم خدا جور کرد. بعد اون دیگه تاری مرتب میمد قهوه خونه و شرط بندی میکرد. زیر زبانش مزه کرده بود. هر شبم با جیب پر میرفت. شنگول تفلی. تا اینکه یه رو نقشم رو براش گفتم. بهش گفتم پسر این کارا خورده کاریه، ما باید کارهای گنده گنده بکنیم. میدونی چقدر آدم پولدار تو این شهر ریخته که نمیدونن پولاشون رو چطوری خرج کنن؟ خب ما براشون خرج میکنیم، تازه یه حالی هم میکنن. هیجانش هم که واسه شون خوبه. جان سر بود جلو آلزایمر هم میگیره. آره این بود که از دم پارک سر چهارراهش قرار گذاشتم. بهش گفتم اگه کسی یه میلیون بذاره میتونه تا 45 میلیون تومانم برنده بشه. اون وقت اگه بازی سومی هم در کار باشه و ضریبش بشه 1 میلیون، اون وقت با ضریب از 100 میلیون بیشتر هم میشه. خیلی خوشش اومد. از همون موقع کارو شروع کرد. تاری موبایل داشت؟ نه، میگفت این قرتی بازی اصلا خوشم نمیاد. پس با آدماش چطور قرار میذاشت؟ خب من که داشتم، من تو اما رو ردیف میکردم و میسپردمشون دست تاری. تو با تاری چطور ارتباط داشتی؟ خب هر نوعی اومد قهوه خونه دیگه، چه ارتباطی؟ خب کارتون رو چطور گسترش دادی؟ خب من معرفش کردم به بالادستیم، اونم ازش خوشش اومد. بعد یه مدت یه پول قلمبا آورد و رئیس گذاشتش مسئول لاین. یه خورده که کارمون بالا گرفت ریالو به دلار تبدیل میکرد و میفرستاد اون بر برای مسئول شبکه. چطور این کارو میکرد؟ اونو نمیدونم، ولی تمیز کار میکرد. اما بابت همین کار پورسانت خوبی میگرفتی، اونم به دلار. اون پول قلمبا رو از کجا آورد؟ نمیدونم، میگفت قرض گرفتم. خب به جمالت رفتیم برای گرفتن عضو جدید. این بچه پولدارای جدیدی که میمدن تو قهوه خونه با نقشه قبلی میرفتیم سراغشون و میکشیدیمشون تو کار. اونایی هم که تمورشون داشته بود دوم میپاشیدیم، میذاشتیم یکی دو بار ببرن. بعد اون وقت با پورسانتش از تو حلقومشون میکشیدیم بیرون. که یعنی کلاورداری؟ نه جام سرگو، چه کلاورداری؟ شما یه شاکی نشون بده. همین الانش هم دارم بازی میکنم، بیا بریم بهت نشون بدم. اصلا چرا رای دور بریم؟ همین معاونتون که با من اومده بود دید، میتونی ازش بپرسی. خب وقتی اونا رو میکشیدین تو کار چی میشد؟ خب ما وقتی میآوردیمشون بالاخره یکی دو بار فرصت میدادیم که برنده بشن. اون وقت اونا میرفتن 10 تا دیگه رو با خودشون میآوردن. بعد ما واسه این 10 نفر پورسانت میگرفتیم. همینجوری هی بیشتر میشد. بعد اگه اونا هم کسایی رو معرفی میکردن دوباره هم به ما پورسانت میدادن هم به اونا. همینجوری یه دفعه پولمون چند برابر میشد. اینجوری بود که خودشون هم میمدن تو کار. این که شد شبکه هرمی؟ اسم نذار روش جناب سرگور. شبکه هرمی من نمیدونم، به هر حال شرط بندیه دیگه. وقتی میباختن چی؟ میباختن؟ خب بازی برده باخت داره دیگه، میذاشتیم به حساب شانس. کسی هم اعتراض نمیکرد. عوضش وقتی میبردن از دلشون در میمد. میبردن؟ آره دیگه، واسه میذاشتیم بعضی وقتا هم ببرن. اصلا بعضی برد میبستن. یعنی چی؟ یعنی این که هر جوری ببندی میبری. البته خب یه خود مبلغش کم بود، یعنی 4-5% از پولی که گوشتی، اما پورسانتومان سر جاش بود. پس تو چرا هنوز بازید اینطوریه؟ بابا من بدبختم جام سر بود. بابا هرچی در میارم همون شب تو قمار میذارم وسط و میمازم. خب پس صابونش به تن خودت هم خورده. آره بچوری، میدونی چه جام سرگرد، وقتی آلوده شدی میبرتت، یعنی میری باش. تاری هم همینطور؟ نه اون زرنگ بود، حواسش جمع بود، پولاشو جمع میکرد. گاهی وقتا به منم قرض میداد، اما بعد حساب میکرد و سر بازی بعد حساب میکرد، حساب بی حساب. چرا کشتیش؟ چیو کشتی جام سرگرد؟ بعد تو حالا داشتم قصه حسین و کرد شبستری واسه تعریف میکردم، من چرا باید اصلا اونو بکشم؟ بابا اون نوندونی من بود. اصلا میدونی از وقت اون مرده به بدبختی افتادم، دوباره شدم همون تلکه بگیره سابق، الان خالی خالی ام. پس چرا میخواستی فرار کنی؟ جناب سرگرد ما از آژان جماعت میترسیم. اصلا هر جو سر کله آژان پیدا میشه فکر میکنم من یه سوتی دادم. اگه کار نکردی چرا باید بترسی؟ راستش از همین میترسیدم که این قطرم بیفته گردن من. میدونی چیه جناب سرگرد؟ شما مگه مثل من 4-5 کیلو پرونده داشته باشی ترس برات میداره. میدونی کی ممکنه کشته باشتش؟ اما میپرسی؟ کسی که انگیزه این قتل رو داشته باشه.
میدونستی زن دوم گرفته؟ آره بهم گفته بود، خیلی هم خوشحال بود بنده خدا. کسی از کار اون خبر داشت؟ نه فقط خودمون با اونایی که تو این کار بودن. این اواخر چیزی نگفت؟ ناراحتی، نگرانی چیزی نداشت؟ چرا، راستش این آخر سریا خیلی پکر بود، به هم میگفت شاپور بیا جایی کار ایراد داره. نمیگفت کجاش ایراد داره؟ نه کجاشو دیگه به ما نگفت، اما چی؟ این دخترش بد جوری میدوشیدش، میدونی یه حساب هم اون برای آب واسهش با کرده بود و هرچی هم تفری در میمورد میفرستد اون بر، که خودم واسه خوش نگر میداشت. خونش رفته بوده؟ خونه اولش؟ نه. خونه دوم چی؟ خونه دومش هم نه. چرا؟ خب راستش صاحب خونش فکر میکرد اون آدم حسابیه، اگه ما رو با این سر و ریخ میدید که اصلا بدبخت هم دیگه راش نمیداد. خب دیگه کی میدوشیدش؟ ببین جناب سرنگ، سرگرد باشه همونو که شما میگی، این پسر نامزد دخترش هم خب دیگه. چیزی از اون گفته بود؟ نه گفتم که همش نگران بود. میشناسیش؟ نه فقط میدونم خیلی جوونه و تمکار. اصلا وقتی شنیدم خبرو خیلی ناراحت شدم جان سرگرد. کدوم خبرو؟ کشته شدن آقا تاریو دیگه. میدونی پول زیادی همراش بوده؟ نه اما دو روز قبلش پول گندهی به جیب زدیم. خیلی جان سرگرد نمیشه چایی با ما بدیم؟ اومدی قهوه خونه دیگه نه؟ براش چایی بیاری. خب همش همین بود؟ بله. جون شما؟ جون خودت. جون خودم. راحت باش، نکات خوبی رو گفت، چایشو که خورد ببرینش. این خانم مینا رو هم باید دوباره دید، ظاهرن یه چیزهایی رو نگفته به ما، تمام پولای باباش رو اون جا به جا میکرده. عجب دختر. کی بیارمش؟ الان لازم نیست، خودم به موقعش بهت میگم، ولی میخوام یه کار مهم انجام بدی. چه کاری قربان؟ سایده رو خبر کن، تمام حسابایی که به نام تاری هست رو چک کن، پرینت همه حساباشو بگیری، مخصوصا مبالغ بالا رو پیگیر شو. تشت مورد پیگیری کن، مسئله خیلی حساسه. بله قربان. سلام قربان. هستم باشی. زیر پول سر کندو شهرام که اون در سیش. بابا کدوم فرار؟ من فرار نمی‌کردم که. میتونی بری. بریم بابا. بریم تو همه چی آره. شخص بشی بریم. سلام قربان. سلام. بچه‌ها زیر پل سید خندان گیرش انداختن، داشته فرار می‌کرد. کی فرار کرد؟ من خودم داشتم میادم رسما خودم به شما معرفی کنم. همین فراری هم در کار نبود، هی میگن داری فرار می‌کنی. واقعا؟ خب حالا معلوم میشه. دستاشو باز کن. بله آقا. ببرش داخل تا من بیام. چشم. بیا. خب که خودت می‌خواستی بیای. بله. چرا؟ چون دیگه از فرار کردن و قایم شدن خسته شده بودم. چرا قایم شده بودی؟ برای اینکه دستگیرم نکنن. و چرا باید دستگیرت کنن؟ خودتون بهتر میدونین دیگه. من نمیدونم. چون من نامزد مینام. چون شما نامزد مینا هستین باید دستگیرت کنن؟ یعنی این نامزدی رسمی جرمه؟ شما میخواین از من حرف بکشین؟ یعنی فکر میکنین من دارم بهتون دروغ میگم؟ فیلمای پلیسی زیاد میبینی؟ نه ولی روزنامه زیاد خوندم. بازجوی فنی. چرا میخواستی با پای خودت بیای خودتو معرفی کنی؟ برای اینکه بهتون بگم من تاری رو نکشتم. و چرا باید فکر کنیم که تو ایشونو کشتی؟ خب شما مگه خونه آقای تاری رو پیدا نکردین؟ خب حتماً میدونی که من دوباره اونجا رفته بودم نه؟ خب من ازش پول قرض کردم. قرض؟ پول تقاضا کردم. تقاضا؟ خب آره دیگه، یا تقاضا یا قرض چه فرقی میکنه؟ شیوه های مختلفی برای تقاضای پول وجود داره.
از جمله روش‌هایی که هیچ راهی برای کسی که میخواد پول بده باقی نمیذاره که تقاضا رو رد کنه و به این میگن اخاذی. ولی من حرفی نزدم. زیاد پیشش میرفتی؟ گفتم بهتون دیگه، همون دوبار. مینا میدونست؟ خود مینا بهتون چی گفت؟ مهم نیست که اون چی گفته، تو چی میگی؟ بله میدونست. میدونستی کارش چیه؟ من نمیدونم کارش چی بود، ولی میدونم که یک دستیار داشت، یعنی یه بار با هم تو پارک دیده بودمشون. جناب سروان ساعدی؟ میخوایی منو نگه دارین؟ بستگی داره. تو به مینا گفته بودی که روز قتل تاری رو دیدی. من ندیدمش، یعنی میخواستم ببینمش ولی ندیدمش. قرار بود آقای تاری به من 5 میلیون تومان پول با یک مقداری دلار بدن که بدمش به مینا. همین. خب رفتی اونجا؟ توی کوچه با هم قرار داشتیم. باور کنیم راست بگیم. همش همین بود؟ به خدا من راست میگم، من فقط خود ترسیده بودم، یعنی نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم. فقط فکر میکردم که شما چون میدونی که من باش قرار دارم قتل رو میندازین گردن من. به خدا همین. ولی تو با فرارت قتل رو به گردن گرفتی. دارم میگم دیگه، من خیلی ترسیده بودم. تو دانشجوی پزشکی هستی، آینده خوبی میتونستی داشته باشی. من درس خوندن رو ول کردم. چرا؟ چون دوستش نداشتم. بابا من از خون میترسم. که از خون میترسی؟ خانوادتم میدونن؟ نه، ولی بهشون میگم. جناب سروان، ایشونو برسونه خونهشون. یعنی الان میتونم برم؟ بله، ولی در دسترس باش. بازم باید کار دارم. باشه، شما هر موقع با هم کار داشته باشی من در خدمتتونم. میخوای فردا بیام؟ نه، اگه لازم شد خبرت میکنیم. در دسترس باش و جایم نرو. حسابای بانکی تاری رو چک کردیم. گردش حسابش توی 2 سال گذشته انقدر زیاد بوده که یه تاجرم نمیتونسته اونجوری کار کنه. همه یه پولا سر شرط بندی به حسابش واریز شده. تاری انقدر کارشو گسترش داده بود که دیگه از طریق حضوری، اینترنتی و حتی تلفنی شرط‌بندی‌ها رو هدایت می‌کرده. بالاتر مبالغ پولو چک کن. آدماش هم پیدا کن. یه نفرم باید کارای اینترنتیشو براش انجام میداده، چون خودش کامپیوتر که نداشته، اصلا بلدم نبوده. بله. سلام. چی؟ کی؟ خیلی خوب، من همین الان راه میافتم میام اونجا. به دکتر بگو تا من میرسم همه چیز رو بررسی کنه. کارمون در اومد. چی شده قربان؟ یه قتل دیگه. من میرم اونجا، تو همینجا بمون، اسمایی رو که بهت گفتم در بیار. چشم قربان. سلام قربان. سلام. سلام دکتر. سلام. کی پیداش کرده؟ اون بچه ها. جیباش بررسی شدن؟ بله، چیز امروش نیست. موبایل چی؟ نه خیر. دکتر، درست مثل تاری از پشت با یه چاقوی نو قاتل کارشو خوب بلد بوده. چطور مگه؟ جای ضربه انقدر شبیه تاریه که آدم فهم کنه طرف نشونه گرفته بوده. یعنی حرفه‌ای بوده؟ حرفه‌ای رو نمیدونم، ولی احتمالاً آناتومی بلد بوده. برای اینکه از پشت طوری چاق رو فرو کرده که به قلب رسیده. مرگ آنی بوده. قربان ارسلان. من
مثلا یه دانشجوی پزشکی؟ دانشجوی پزشکی؟ الو شاید چرا که مرسل از شاکونه نیبید قربان ارسلان شما از خونه خارج شد. خب گویا فهمیده که دنبالشن در رفته ولی یکی دو ساعت بعد برگشته خونه شد. عجب، من میرم خونش. تو مشخصات اینو درار، شماره موبایلش رو پیدا کن و ببین آخرین تماساش کیا بودن و کی تماس گرفتن. دکتر، زمان قتل دیشب. البته زمان دقیقش رو بعد از کارو چکافی میتونم بده. ارسلان مارمونک. بله سلام جناب سرگور، بفرمایید تو. گوشی ارسلان، سری خودتو برسون پایین، کارت دارم. نه با شما نبودم. خب چی شد؟ قربان اطلاعات مربوط به مقتول در آورد. خب مورد خاص؟ اسمش ناصر روزبهانی بوده، سابقه داره، دوبارم به جرم حمل مواد مخدر گرفته بودنش. چند سالی هم ازش خبری نبوده. اما نکته مهم، خب ایشون هم تو کار شرط‌بندی فوتبال بوده. از اونای دیگه چه خبر؟ هیچی، مولایی داره تمومش میکنه، تو یه ساعت دیگه گزارش میاده. ممنون. آره خودم میام. خداحافظ. سلام جناب سرگرد، خیر ایشاله. دیشب کجا بودی؟ خونه. خونوادت هم بودن؟ پدر و مادر کجا نرم؟ پدرم رفتن سر کار، مادرم هم رفتن خرید، همین الان برمیگرده. مطمئنی؟ بله. با من بیا. سلام مولای، چه خبر؟ سلام قربان، لیست آدمایی که خواسته بودین آماده است. سه نفر تو شرط بندی مبالغ بالایی باختن، یکی از اونا سکته کرده، دو نفر دیگه هم وضع خوبی ندارن. یکی از اونا تو خونه پدری همسرش زندگی میکنه، زن اون یکی هم باقی مونده داراییشو گرفته و خود بیچارش هم کارش به خیابون گردی کشیده. بسیار خوب. آدرس اونی که سکته کرده رو داری؟ پیگیر شدم. فوت کرده. اسمش؟ ملکزاده. چی؟ ملکزاده؟ بله قربان. خیلی خوب. خودم بعدم با تماس میگیرم. خداحافظ. جانگیرم دانشجوه؟ آره. اون چی میخونه؟ همکلاس من بود، یعنی من ول کردم ولی اون داره ادامه میده. دیشب یا امروز صبح باهاش در تماس نبودی؟ چرا، اتفاقا بهش دیشب زنگ زدم، گفتش که داره میره مهمونی. نگفت کجا؟ چرا، خونه یکی از بچه ها. تو نرفتی؟ نه دیگه، من خدمتون عرض کردم، من فقط یه سر رفتم به مینا زدم. چرا نمیخواستی بگی اونجا رفتی؟ نمیدونم واقعا، یعنی منظوری نداشتم. گفتم شاید با توجه به ارتباطاتی که مینا با ماجرای پدرش داره، شاید اینجوری شکتون بیشتر شه. خب اینطوری که شکم بیشتر شد. تو پزشکی میخونی؟ میخوندم. درس آناتومیت خوب بود؟ نه، یعنی اصلا پاس نکردم. که پاس نکردی؟ تو زن دوم تاری رو میشناسی؟ بله بله، خانم آذر ماجدی. اتفاقا یه بارم با آقای تاری رفتیم منزلشون. من فکر میکنم از خیلی از کارهای آقای تاری با خبر باشه ایشون. خب چرا اینو زودتر نگفتی؟ چون نپرسیدیم. بله من نپرسیدم، ولی تو باید خودت هرچی میدونستی میگفتی. خب آخه شما یه جوری از آدم سوال میپرسین، یعنی یه جوری آدمو نگاه میکنی که یه جور آدم هول میشه. یعنی هرچی تو ذهنم بود یادم رفت. سلام. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید، اتفاقی افتاده؟
ببخشید خانم ملکزاده، شوهر شما بر اثر چی فوت کردن؟ سکته قلبی. خب چی باعث شد که سکته کنن؟ شنیده بودم که این اواخر ورشکسته شدن. چی باعث شد ورشکستشن؟ یه معامله حساب نشده، یه عمل کرده بد، چند تا نارفیق. خدا لعنتشون کنه که ما رو به روز سیاه نشوندن. ولی ایشون که آدم بسیار حسابگر بودن. بله، اما گولش زدن، خدا ازشون نگذاره. پسرتون کجاست؟ ولی دیشب با دوستاش رفتن سفر. سفر؟ قرار بود برن مهمونی، نه سفر. تصمیم گرفتن برن سفر، کار خلافی نکردن. خانم ملکزاده، یه عکس از پسرتون رو میخوام. برای چی؟ احتیاج دارم، لطف میکنید؟ باشه، چشم، میارم خدمتتون. خب تو از اینجا خودت میتونی برگردی خونتون؟ بله، اتفاقا مترو هم همین بغله، میرم. باید در دسترس باشی، از خونم خارج نمیشی. بله چشم. حالا نه، بی بشین، عجله نکن، با هم اومدیم با هم برمیگردی. بله. بفرمی. ممنون. اگه تماس گرفتن بهش بگین سریع برگرد تهران، باش کار مهمی دارم. نمیدونین کجا رفتن؟ خب میتونی بری. سلام ساعدی، از موبایل این طرف چه خبر؟ همین الان استلام رو گرفتم، خواستم بهتون زنگ بزنم. آخرین نفری که با ناصر روزبهانی تماس گرفته جهانگیر ملکزاده بود. موبایلش هم ردیابی کردیم اما باتریشو در آورده. ردیابی هم ممکن نیست. خیلی خوب، دوتا از بچه ها رو مأمور کن جلو خونه ملکزاده کشیک بدن. مجوز بازرسی خونه آذر ماجدی رو هم بگیر. من دارم میام اداره. خدافظ. بله آقا، ای خودشه، همون روز آمد اینجا. خیلی هم حول و دست پاچه بود، اصلا یه وضعی. ممنون خانم، شما کمک بزرگی کردین. بچه ها تو محل مستقر شدن، دوتا گروه دو نفره دارن 24 ساعته نگهبانی میدن. خوبه، خیلی خوبه. این عکس جهانگیره، همین الان تکثیرش کن، یه دونشم بیار برای خودم، کارش دارم. چشم آقا. سلام جناب سرگرد. سلام. اتفاقی افتاده؟ ما حکم بازرسی منزلتون داریم. بفرمایید. مولای اون برای بگرد. جناب سرگرد، تشریف بیان اینجا. بفرمایید. کلید این گاوصندوق رو بیارید لطفاً. چیزی توش نیست. لطفاً کلید رو خواهش میکنم بیارید. جناب سرگرد، لپتاپ. از نظر شما اینا چیزی نیست؟
خانم باید با ما بیاد اداره. باید صحبت بیشتری باهاشون بکنیم. مدارک توی گاف صندوقم بیارید و اون لپتاپ، اطلاعاتش رو لازم داریم. عکس‌ها و اطلاعات شخصی توشه. نگران نباشین. همکارای خانم چکش میکنن. خب خانم ماجدی، چی داریم بگین؟ چی باید بگم؟ اونو مال تاری بود، من براش نگه میداشتم. شما که گفته بودین آقای تاری کارش دلالیه؟ الانم میگم برای دلالی این همه سند از مردم میگیرن؟ میدونی اینا چیه؟ از کجا باید بدونم؟ این اطلاعاتی یکی از لپتاپ شما در اومده. خب من تنها با اون لپتاپ کار نمیکردم، تاری هم کار میکرد. واقعا؟ ولی شما میدونی که تاری حتی موبایل هم نداشت. چه برسه به کامپیوتر؟ خیلی خوب. این مرد رو میشناختین؟ باید بشناسم؟ مرده؟ به قتل رسیده، درست مثل همسر شما. خب این چه ربطی به من داره؟ خب با این همه مدرکی که از خونه شما پیدا شده حتما یه ربط پیدا میکنه. نه، من با کارهای تاری هیچ ارتباطی نداشتم. اون خونهش امن نبود، این گاف صندوق هم خودش خریده بود. اینو فقط پیش من امانت بود. تاری حرفی از کاراش به من نمیزد، فقط میگفت کار پخش مواد غذاییه. چون به چک اعتقادی نداشت و فکر میکرد تیکه کاغذ پاره سند میگرفت. همین پخش مواد غذایی؟ ولی شما که گفتین خونتون نمیومد. خب چی باید بگم؟ آره میومد، اما نمیموند. مثل مهمون میومد و میرفت. اون وقت همسایه ها؟ به کسی ربطی نداره که میاد خونه ای من. بسیار. این یکیو چیه؟ خوب نگاه کن ببین میشناسیش؟ نه. شما آقای ملکزاده رو میشناختین؟ چرا باید جواب بدم؟ چون در حال بازداشت هستیم و این یه بازجوییه. این چه فرقی بر من میکنه؟ خب مسلماً همکاری با پلیس میتونه تأثیر زیادی تو پروندهتون داشته باشه. چقدر؟ چقدر؟ دارین معامله میکنین؟ باشه؟ هر چقدر اطلاعات شما دقیقتر و مفیدتر باشه به نفعتونه. ولی اگه بخواید دوباره ما رو گمراه کنید مثل دفعه قبل، اون وقت مسلما خیلی بد میشه. من چیز زیادی نمیدونم. خیلی خوب خانم ماجدی، مدارک برای بازداشت شما کاملا کافیه. امروز تو بازداشتگاه اداره میمونید و فردا میفرستمتون دادسرا. خیلی خوب، چی باید بگم؟ جواب سوالاتمو بدین. آره میشناختمش، از مشتریای تاری بود. یعنی مواد غذایی میخرید؟ نه، یعنی شرط بندی میکرد. خب حالا بهتر شد. حالا یه بار دیگه به این عکس ها نگاه کن با دقت. ببین میشناسینشون؟ این ناصر خانه، از همکارای تاری بود. قراراشونو خونه من میذاشتن. این یکی نمیشناسم. کیه؟ پسر آقای ملکزاده. مرکز مهدی؟ مرکز بروشن. قربان، سوژه مورد نظر وارد خونه شد. چی دستور میدی؟ یه لحظه بیام بیرون. متشکرم. جهانگیر برگشته خونه شون، دستور بدی به مرکز بگیم مأمور بفرسته. من باید برم اونجا. این خانمم ببریم بازداشتگاه. کارهای کامپیوتری تاری ایشون انجام میداده. چشم. سلام. 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 خوش آمدیم. جهانگیر خانه هستن؟ بله هستن. پیغام شما رو هم رسوندم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام جهانگیر خان. کجا با این عجله؟ چند تا سوال ازت دارم.
میتونم بپرسم دیشب کجا بودی؟ با دوستم رفته بودم مسافرت. مسافرت؟ مثل که بازم داری میری؟ مشکلیه؟ برای سفر رفتنم از شما باید اجازه بگیرم؟ ببخشید ولی بله، فعلا نمیتونی جایی بری. چه کارش دارین؟ اون که کاری نکرده. شما از کارهای پدرتون خبر داشتین؟ چه کاری؟ این که وارد کار قمار رو شرط بنده بوده. خب که چی؟ شما خودت چطور؟ از این کارا میکنی؟ جناب سرگرد، شوهر مرحوم من اگر هر کاری میکرده دیگه نمیکنه، چون اون مرده. من نمیدونم این چه ربطی به جهانگیر من داره. بله دیگه نمیکنه، ولی خانم میدونی که ایشون به خاطر همین قمار بود که هستیشو برباد داد، ورشکستگی در کار نبود؟ بله میدونم. نکنه انتظار دارین که ما جار بزنیم به همه بگیم شوهر منو گولیش زده بودن؟ بله ولی ایشون بچه نبودن، طمع کرده بودن. ببین آقای محترم، پدر من هر کاری کرده به خودمون ربط داره. شما هم حق نداری راجع به پدر من اینطوری صحبت کنی. شما آقای تاری رو چقدر میشناختین؟ پدر مینا بود. همین؟ چیز دیگه هم باید بدونم؟ بله بله. سلام. خیلی خوب. خوبه، خودم خبرتون میکنم. خدافظ. آقای جهانگیر ملکزاده، من شما رو به اتهام دو فقره قتل عمد بازداشت میکنم. جهانگیر، شما حق ندارین، چون مدرکی ندارین. اگر اونا کشته شدن شاید حقشون بوده. میدونین چند تا خانواده رو مثل ما بدبخت و بیچاره کردن؟ میدونستین؟ بس مامان، من پشیمون نیستم. انتقام پدرم رو گرفتم، چون اونا پدر منو به کشتن دادن. مملکت قانون داره، میخواستی شکایت بکنی؟ شکایت؟ به کی؟ که چند ماه تا چند سال بندازنشون زندان رو بعد آزادشون کنن؟ جواب زندگی ما رو کی میده؟ جواب مادر سیاپوش منو کی میده؟ ببرش. حقشون بود. جهانی. حقشون بود. بالاخره تموم شد. زیاد مطمئن نباش، ماجرا هنوز ادامه داره. رابطه ماجدی و مینا با تاری و خود باند که هنوز مونده. بریم بریم یه جای قهوه چیزی بخوریم. آقا این کافی شاپ ها ما علکی گرونه. نگران نباش، مهمون من.